سلام و درود به همه دوستان عزیز یوتیوب. مریم هستم، برگشتم با یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوهایی که قرار بود 3 تا ویدیو رو من پشت سر هم بذارم و هر ویدیو یه بخش از امتحان گواهینامه که توی 2022 بچه‌ها انجامش دادن. خب این بخش سوم یا همون میشه گفتم بخش آخر هستش که این زیخت هست، همون بینش یا دیدن. خب توی این بخش همطور که اینجا میبینید یه توضیحاتی مثل اون دوتا بخش قبلی داره. زمانی که شما میخواییم برین امتحان، قبل از اینکه استارت رو بزنید و زمان شما شروع بشه، یه فوربرایدینگی یه ذره توضیحات داده که به چه مدل هست. خب این بخش از سوالات ما 28 تا سواله بچه‌ها و شما بین 16 تا 26 دقیقه وقت دارید که این 28 سوال رو جواب بدید. دقیقا مثل بخش قبلی هست که بهتون توضیح دادم. من فکر میکنم که نرمال 16 دقیقه هست، اما میتونید که وقت اضافه هم بگیرید. به خاطر همین این نوشته 16 یا 26 دقیقه. میگه از این 28 تا سوال اگه شما 25 تا سوال رو درست جواب بدید، این بخش از امتحان رو پاس میکنید. دوباره باز همون توضیحات رو داده، چیز اضافه دیگه ای نیست بچه‌ها. پایینش هم که یه ذره پررنگ‌تر نوشته این امتحان دو تا سوال اضافی داره که به اون امتیازی که شما آخر میگیرید اون دوتا سوال اصلا حساب نمیشه. حالا من نمیدونم که چه جوری هستش. خب میریم سراغ سوال اول از این 28 سوال. اینجا میگه که شما کبد شما الکل رو تجزیه میکنه. آیا در هر یک ساعت چقدر الکل رو میتونه تجزیه بکنه؟ خب جواب میندر دان این خلاص، یعنی کمتر از یک لیوان رو هر ساعت میتونه تجزیه بکنه. سال بعدی میگه که شما مینیمال یعنی کم کم چند ثانیه باید با ماشین جلوتون آفستان داشته باشید، یعنی فاصله داشته باشید. 3 ثانیه تو هر سرعتی که شما میرید باید 3 ثانیه با ماشین جلوتون فاصله داشته باشید از نظر تایید، از نظر زمانی. توی این مدل سوالها همیشه اون زیادتره رو انتخاب بکنید. خب اینجا یه جاده ای رو ما میبینیم که در از تابلوی داره برای کسانی که پیاده میان، اما این خانوم با اسب میاد، گفته که آیا اجازه هست توی جاده ای که برای اسب نیست این خانوم بیاد و سوار اسب توی این جاده باشه؟ نه، اجازه نیست، چون این جاده فقط برای کسانی هست که پیاده. خب سال بعدی گفته که شما ممنوعیت رانندگی گرفتید. اتفاق میفته که بعضی وقتا ممنوعیت رانندگی میگیرند بعضی از دوستان از پلیس. مثلا یک کار خلافی میکنند، مثلا پلیس بهشون میگه 3 ماه یا 6 ماه یا کمتر یا بیشتر اجازه نداری که رانندگی بکنی. میتونی که با فیتس رانندگی بکنی، میتونی دوچرخه برونی. بله حتما دوچرخه جزو وسایلی هست که موتور نداره، برای همون جزو وسایل نقلیه که موتور داره حساب نمیشه یا پلاک داره، بخاطر همین اجازه هست. خب سوال بعدی میگه که شما آیا میتونید یک باتری قدیمی رو که مثلا دیگه استفاده نخواهید بکنید، یه باتری قدیمی رو میتونید که اون باتری میتونه تجزیه بشه؟ بله
میشه که تجزیه بشه. حتی من توی آلمان من یک بار باتری گرفتم و به من گفت که اگه باتری قدیمیتون رو به ما تحویل بدید، ما مثلا 8 یورو، حالا حضور ذهن ندارم ولی فکر می‌کنم حالا همینقدر، به شما پس میدیم. یعنی ما اون رو از شما می‌خریم، باتری قدیمی که خراب شده رو از شما می‌خریم به خاطر همین آفالش که تجزیه میشه. پس سوال بعدی میگه تقریبا چند درصد از تصادف هایی که داخل خیابون میشه دلیلش راننده است؟ 90%. 90% از تصادف هایی که اتفاق میفته دلیلش راننده ای هست که به هر حال نتونسته درست ماشین رو کنترل بکنه یا اشتباهی رانندگی کرده، زیادتر از حد سرعت داشته یا هر چیز دیگه. خب اینجا گفته بعد از یک مدت طولانی که مثلا هوا گرم بوده و هیچ بارونی نبوده و هوا خوش بوده، یه بارون کوچیکی میاد، اینجا چه اتفاقی برای ترمز گرفتن شما میفته؟ خب به هر حال این خیلی معلومه دیگه، رموخ ما زیادتر میشه، یعنی ترمز ما زیادتر میشه. چرا؟ چون که زمین خیسه و زمانی که جاده خیس هستش، شما باید زودتر از زمانی که جاده خشک هستش ترمز بگیرید، چون ترمز شما لانگر میشه. خب سوال بعدی گفته که کی باید اول بره؟ فوق خونده. خب اول همطور که میبینید باید ماشینه بره و بعد باید موتور بره و در آخر باید اون کسی که پیاده میخواد بره. این توی امتحان اینطوریه که 1، 2 و 3، یعنی این شماره ها دایره هستن، پایین این عکسن و شما وقتی که اون دایره رو میرین توی اون، مثلا شماره 1 رو میرین اون دایره کنار ماشینه میذارید، اوکی میشه. یعنی فقط قراره که شما اون رو بکشید سمت دایره ماشین، اون شماره رو، شماره درست رو. پس همطور که میبینید اول ماشین باید بره، بعد موتور و بعد کسی که پیاده میره. خب سوال بعدی گفته که شما این تابلو رو میبینید بعد از بخت، یعنی بعد از پلی که شما الان میبینید، چند تا بنا به این تابلو چند تا لاین شما دارید؟ 3 لاین. 3 رایستروک. 3 لاین دارین، چون باید به اون تیکای آخر دقت بکنین توی تابلو. حالا درسته که یک خط اضافه هم شما میبینید ولی اون حساب نمیشه. سوال بعدی گفته که شما این تابلو رو میبینید، کجا دارید رانندگی میکنید؟ داخل اوتو اسنلوخ، یعنی همون به اصطلاح اتوبان میشه. این تابلو فقط داخل اتوبان هست. چرا؟ چون که اون جایی که قرمز نوشته A16 شماره اتوبان ها هست و برای اتوبخ نیست. خب سال بعدی گفته که گفته که یه ماشینی رو شما میبینید سمت چپتون، شما دارین رانندگی میکنید سمت چپ یه ماشینی رو میبینید که بدون دلیل سمت چپ مونده و سمت راستش خالیه، میتونه بیاد. اینجا باید شما چیکار بکنید؟ جواب درست اینه که شما باید صبر بکنید تا این ماشینه بیاد سمت راست. شما نمیتونید از سمت راست از اون ماشین سبقت بگیرید. یعنی شما سمت راست دارین رانندگی میکنید، سمت چپ شما ماشین هستش، ولی سمت راست جلوی شما ماشین نیست، میتونید که گاز بدید. اما اگه گاز بدید یعنی اینکه از سمت راست سبقت گرفتید. هیچ وقت اجازه نیست که از سمت راست سبقت بگیرید. به خاطر همین شما باید واختن بکنید، صبر بکنید تا حالا این ماشین یا گاز بده بیشتر سرعتش رو ببره بالا یا اینکه بیاد توی لاین سمت راست.
خب سوال بعدی ما این هست که توی برای وینتر باندن که یعنی همون تایر زمستونی میشه چه مینیمال چه دیپتی باید داشته باشه اون تایر مینیمالش یعنی کم کم چقدر باید ضخامت داشته باشه 4 میلیمتر کمتر از 4 میلیمتر تایر ما زمستونی نیست. خب سوال بعدی گفته که این تابلوی که شما الان میبینید رو کجا میبینید و اصلا موضوعش چی هست؟ میگه که زمانی که قطار رد میشه 240 متر قبل از اون ریل قطار سمت چپ لینکر زایده ما این رو میبینیم. پس 240 متر قبل از ریل قطار سمت چپ. سوال بعدی هم همون افخونده هست که اول باید ماشین آبی بره چون میخواد مستقیم بره و خوف رای های داره مثلثی نداره. دوم باید ماشین سفیده بره چون مثلثی داره و سوم باید اون کسی که پیاده میاد بیاد و اجازه داره که داخل خیابون وارد بشه. خب سوال بعدی گفته که شما میخواید سمت راست برید، آیا باید ماشین قرمز رو اجازه بدید که اول اون بره؟ نه، چون شما میخواید سمت راست برید و در اصل اون میخواد سمت چپ بره. کسی که میخواد سمت راست بره توی این موقعیت ها اولویت داره به کسی که میخواد سمت چپ بره. به خاطر همین اول شما باید برید، اون برای شما باید بایست. سوال بعدی باز همینطور هستش، اول باید موتور بره چون میخواد مستقیم بره، دوم ماشین سفیده میخواد بره و سوم میتونه که این ماشینایی که پشت سر هم هستن که فکر میکنم برای همین نظام و این چیزا هست، اسمش یادم رفته. خب سال بعدی گفته شما اینجا 30 کیلومتر در ساعت دارین رانندگی میکنین، اجازه هست؟ بله اجازه هست 30 کیلومتر. خب سال بعدی گفته که شما میخواین، آها میگه شما ماشین خاکستری رو میخواین از ماشین خاکستری سبقت بگیرید از سمت راستش، اجازه هست؟ نه، ماشین خاکستری سمت چپ شما هست، دورم هست. آیا اجازه هست سبقت بگیرید؟ نه، کلا شما نمیتونید از سمت راست سبقت بگیرید. اوکی، اینجا گفته که شما توی روزهای کریسمس اینجا پارک میکنید، آیا اجازه هست؟ بله. چرا؟ چون که اینجا نوشته از 16 تا آخر ماه شما اینجا اجازه ندارید پارک بکنید. پس الان چون که نیو یارز داخل اجازه هست که پارک بکنید. سال بعدی گفته شما اینجا پارک میکنید، آیا اجازه هست؟ بله، چون که هیچ تابلوی ما نمیبینیم و اون تابلویی که اونجا هست جلوتر ماست، قبل از تابلو ما میتونیم پارک بکنیم. سوال بعدی، آیا اینجا شما میتونید پارک بکنید؟ دقیقا بله، مثل سوال قبلی هستش چون ما قبل از تابلو هستیم، اگه بعد از تابلو باشه اجازه نیست که پارک بکنیم. میگه شما الان میخواییم برین وارد اتوبان بشید، آیا از همین الان شما باید ریختینگتون رو چراغ سمت چپ رو روشن بکنید یا نه؟ نه، الان اجازه نیست چون که باید شما به یک جایی برسید که اون خطا این مدلی نباشن، خطای تیکه‌ای باشن، اون موقع اجازه هست که شما ریختینگ بزنید. پس این جواب این سوال نه هستش. خب اینجا گفته که شما، خب این تابلویی که توی عکس میبینید یعنی شما نزدیک روتونده هستید دیگه، میدون. میگه شما میخواین اولین خیابون رو برید، اولین خیابون توی روتونده چی میشه؟ یعنی سمت راستتون. از الان باید ریختینگ بزنید؟ بله، از الان شما باید چراغ رو روشن بکنید که من میخوام سمت راست برم که کسایی که پشت سرتون هستن متوجه بشن. خب
اینجا گفته که اینجا خب هوا مه آلوده و شما داخل اسپیخلتون، داخل آینه پشت رو میتونید ببینید که دو تا به اصطلاح تابلو رو میتونید ببینید. آیا اینجا اجازه هست که اون چراغایی که برای مه شکن هست از پشت رو میست آختر لیخت رو روشن بکنید؟ نه اجازه نیست، چون شما میبینید دیگه، دو تا تابلو دارید پشت سرتون میبینید، نیازی نیست که روشن بکنید. ما چراغ جلوی مه شکن داریم و چراغ پشت مه شکن. زمانی که ما مه رو میبینیم و به هر حال مه داخل جاده خیابون هستش، چراغ جلو رو، چراغای جلوی مه شکن رو حتما میتونید روشن بکنید از همون موقع. اما پشت رو زمانی که واقعا هیچ دیدی از پشت ندارید باید روشن بکنید. اگه شما دید داشته باشید نباید روشن بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه ماشین پشت سر شما اذیت میشه. پس اینجا نه. میگه شما میخواید برین سمت چپ، آیا باید اون اسکی سوار رو اجازه بدید که اول بره؟ نه. خب سال بعدی گفته که شما دارید داخل یه تونل میرید، ماشین جلو رو میبینید که آتیش گرفته، بهترین کار چیه که انجام بدید؟ توی تونل خیلی خب مشخصه، همه میدونن که خیلی خطرناکه، باید شما با یک فاصله از اون ماشین، فاصله زیادی استوب بکنید و از جای نود اوت خانگ به اصطلاح برید بیرون، از جایی که یک درهایی هست برای زمانی که اتفاقات خاصه میفته که خفاله که مثل این، از اون در میتونیم ما بریم بیرون، در خروجی استراری به اصطلاح بهش میگن. پس بی درسته. سوال آخر ما که سوال 28 هست، میگه توی روز، اینجا روزه ولی میگه هوا خیلی بده و زیخت ما یعنی دید ما خیلی کمه، اینجا باید ما چیکار بکنیم؟ از چه لامپی رو باید روشن بکنیم؟ چه چراغی رو روشن بکنیم؟ میس لیختن اند فور زایده، یعنی همون چراغای مه شکن جلوی ماشین رو میتونیم ما روشن بکنیم. پس ب. خب این هم از 28 تا سوال ما که توی بخش سوم یا همون آخر این امتحان بود. در آخر وقتی شما این سه تا بخش رو امتحان دادید، یعنی این سه تا ویدیویی که من آخر گذاشتم که این آخرین ویدیو یا همون سومین ویدیو هست، شما این اوفرزیخت رو میبینید که داره توضیح میده، میگه اون با آنتورد، یعنی اونایی که سوالهایی که جواب ندادید، سوالهایی که جواب ندادید رو سفید براتون میاره، سوالهایی که جواب دادید رو خاکستری میاره و شما بعضی از سوالها رو میتونید داخل امتحان مارکیرد بکنید که حالا چند ثانیه یا چند دقیقه بعد دوباره باز برید نگاه بکنید. اونا هم که مثل ستاره هست که اینجا الان همه رو جواب داده طرف و اینجا توی صفحه بعدی یه اینت رزولتت نوشته. توی بخش اول که خفر هرکنینگ هست نوشته که شما 25 تا سوال رو از 25 تا سوالی که بوده، یعنی کل این سوال رو، این سوالها رو توی این بخش درست جواب دادید خود با آنتورد. در مورد کنیز که 12 تا سوال بودم گفته از 12 تا رو درست جواب دادید و بخش آخر رو هم گفته از 28 تا 28 تا رو درست جواب دادید، یعنی کاملا همه رو درست جواب داده. و این دستی که شما میبینید خسلخت نوشته و سبزه، یعنی این که شما قبول شدید. امتحان تئوری همون موقع به شما در آخر امتحان با این اوفرزیخت گفته میشه که آیا شما قبول شدید یا نه قبول نشدید. خب پایینم که نوشته چون آلس خوده، یعنی همه چیزا خوبه درسته، دیگه شما هیچ جوابی ندادید که اشتباه باشه، به خاطر همین اینجا هیچ چیزی نیست. اگه شما جوابای اشتباهی داده باشید اینجا جوابای اشتباهتون رو میتونید ببینید. خب اینم از این رزولتاتش بود.
که در آخر میاد، اگه خسلخت بیاد که یعنی شما بردید برنده شدید، اگه خزاکت بیاد که یعنی شما متاسفانه رد شدید. این هم از بخش آخر این سوال های ما که امتحان 2022 بود که بچه ها دادن. خیلی ممنون از این که من رو نگاه کردید. امتحانا رو، این سوالا رو قشنگ بچه ها بخونید. این سوالا سوالای جدیدترین سوالاتی هستن توی امسال که امتحان گرفته شده. خیلی ممنونم از همتون. اگه دوست داشتید لایک کنید، اگه سوالی داشتید کامنت بذارید. من همه کامنت ها رو میخونم و اگه سوالی بود حتما جواب میدم. یادم رفت این اینستاگرام این پایین میاد، اگه دوست داشتید حالا اونجا هم داشته باشید. من بعضی وقتا اونجا هم یه چیزایی رو میذارم و توی دایرکت این اینستاگرام سوالاتی که بچه‌ها میپرسن رو بهتر آدم میتونه جواب بده، پس بهتر اون سمت هم داشته باشید. خیلی ممنونم از همتون، میبوسمتون و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.